اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. افمن اتبع رضوان الله که من باع بسخط من الله بمأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله و الله مصیر بما یعملون. درباره خیانت در امانت های جنگی و غیر جنگی روایات فراوانی آمده. نقل کردن که یکی از افسران صدر اسلام که شربت شهادت نوشید، عده حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدن، عرض شدن آیا تهنیت بگوییم یا تسلیت؟ تسلیت بگوییم برای اینکه افسر رشیدی را از دست داد، تهنیت بگوییم برای اینکه کسی در دوران جوانی به بهترین فضیلت که شهادت در سبیل خداست نائل آمده. طبق این نقل حضرت فرمود تسلیت بگویید، تهنیت نگویید، برای اینکه اونطوری که لازم بود تربیت بشود تربیت نشد. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. فرمود این افسر رشید که الان شهید شد یک سابقه سویی در جنگ خیبر دارد. در جنگ خیبر یه پارچه را ایشون به عنوان غلول و خیانت گرفته است. اون شملی که از غنائم خیبر گرفته الان در کنار قبر او مشتعل است. این در صوت العدالت الانسانیه در شرح حال است امیر سلام الله علیه اونجا هست، در تفسیر جامع قرطبی هم هست در بحث قلول دست غنائم. فرمود ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه النار. وقتی تهنیت بگویید که این شخص واقعا قتیل فی سبیل الله باشد بدون سابقه سوء. اینها اهمیت مسئله قلول را میرساند. مطلب دوم این است که این به من یغلول یعتی به ما قل یوم القیامه به چه معناست؟ این باب بای مصاحبه است، بای تعدیه است، یا نه بای مصاحبه است نه بای تعدیه، اونطوری که بعضی اهل معرفت معنا کردن به اون معناست. اگر بای مصاحبه باشد معناش آن است که هر کس که خیانت کرد در قیامت می آید و مصاحب او همون خیانت اوست، یعنی او مصاحبن للغلول و الخیانه می آید. اون چرا که خیانت کرده است خود اون خیانت به یک صورتی متمثل می شود و او را همراهی می کند که نام مصاحب همان. یعتی به ما قله یعنی یعتی مصاحبن به ما قله. و اگر بای تعدیه باشد یعتی به ما قله یعنی اون قلول و خیانت را می آورد. یعتی یعنی یوتی می آورد، حالا یا به دست می گیرد می آورد یا همونطوری که از آیات دیگر استفاده شد به دوش می کشد، چون هر تبهکاری وزر خود را به دوش می کشد. نظیر آیه 31 سوره انعام است که فرمود وقتی قیامت دفعتن قیام کرد اونها میگن یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم. بارها رو دوششون میکشن، علی ساء ما یزرون، اینا بارهای بدی را حمل میکنن. رو این اصل کلی که یحملون اوزارهم علی ظهورهم این شخص هم خیانت را رو دوش خود میکشد، خیانت را میآورد. یا نه این یعتی بهی یعنی یعلم بهی، نظیر اتینا بها و کفا بنا حاسبین که نمونش گذشت. اینها معانی بود که گذشت، اما اون چرا که بعضی اهل معرفت گفتن این است که این یعتی به ما قله یعتی یعنی می آید نمی آورد، هم معنی لازم خود را دارد. هر کس خیانت کرد در قیامت می آید به چه صورت می آید؟ به ما قله، به صورت همون غلول و خیانت در می آید.
یعنی خیانتش هر صورت ملکوتی دارد، این شخص به همون صورت ملکوتی خیانت در می آید. یعته یعنی یعتی به صورت الخیانه، که این یعته نه یعنی می آورد بلکه می آید، به این صورت در می آید. البته اگر معنای سوم باشد با بعضی از آیات و روایات دیگر مطابق است که در زیر کریمه فتحتون افواجا اونجا روایتی از فریقین نقل شده که هم زمخشری در کشف نقل کرد، هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در قیامت افراد به صورت‌های گوناگونی محشور می‌شوند. این هم دو مطلب. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اونگاه این دو گروه چون فرق میکنن، فرود به این که هرگز کسی که پیرو رضوان خداست با کسی که محلش با عذاب الهی آماده شد یکسان نیستن. اف من تبع رضوان الله که من باع به سخط من الله به مأواه جهنم و بئس المصیر. در این گونه از موارد با لسان استفهام ذکر می شود که هم تعدب در عبارت باشد و هم لین بودن در قول. یکی از مواردی که ذات اقدس اله رسولش را به لین در قول امر کرده است همین است، این که فهمت فی به ما رحمت من الله لنت لهم، یعنی سیره تو سیره لین و نرم است، هم در اصل برخوردها، هم در حرف زدنها، هم در کیفیت حرف زدن. کیفیت حرف زدن هم لین و نرم است. اگر چون که به موسی و هارون علیهم السلام فرمود قولا له قولا لینا، این قول لین هم در کیفیت گفتن است و هم در اصل اون مضمون. کیفیت گفتن آن است که به صورت استفهام بیان بشود، مثل که بود انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. خب این کمال نرم رفتاری و نرم گفتاری رو میرساند که مأمور شد به کافران بفرماید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور شد که به کافران بفرماید که یا ما گمراهیم یا شما. انا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. با این که مسلمن خودش علا بیعت من رب بود، به ذات اقدس اله هم درش بارش بود که فستمسک بلذی اوهیه الک انک علی الصراط و امثال ذالک. خب با این که ذات اقدس اله به صورت قطعی به او فرمود انک علی الحق و مانند آن، مع ذالک مأمور شد که به کافران بفرماید که انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. این نرم رفتاری و نرم گفتاری در سیره وجود مبارک حضرت بود. شواهد فراوانی از این قبیل است. در اینجا هم از همون قبیل نرم رفتاری است که فرمود اف من تبع رضوان الله که من با سخط من الله. خب یقینا اون مثل این نیست، ولی این مسئله به صورت استفهام ذکر می شود. در قرآن این تعبیرها که پیرو رضوان حق غیر از کسی است که غضب حق را به همراه آورده در بعضی از آیات کنار هم جمع شدن، اما نه به صورت استفهام. در آیه 28 سوره 47 که به نام بارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، این چه آمده؟ ذالک به انهم تبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. اینها تابع سخط خدا شدند و از رضوان خدا منزجر بودند و کراهت داشتند. این آیه می‌فهماند به این که اگر کسی تابع غضب خدا باشد، رضوان الهی را کراهت دارد. قهرن کسی که تابع رضوان حق باشد، سخط الهی را مکروه می‌شمارد. آیه محل بحث تقابل است بین کسی که اتبع رضوان الله به کسی که باع به سخط من الله. اما آیه 28 سوره 47 فرمود که اگر کسی تابع سخط خدا باشد، رضوان الهی را کراهت دارد.
قهرن از اون طرف هم اگر کسی تابع رضوان حق باشد سخط الهی مکروه است برای اون هم. خب در آیه محل بحث همود افمن تبع رضوان الله که من با سخط من الله، اینا مساوی هم نیستن. وقتی مساوی هم نشدن حکم اینا فرق میکنن. حکم کسی که با سخط من الله در همون آیه بیان شد و این است که مأواه جهنم و بئس المصیر. اما حکم کسی که اتبع رضوان الله اون در سوره مائده آیه 16 مشخص شد، فبود یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجه من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. پس یک آیه برای بیان اصل فرق بین این دو گروه است که کسی که اتبع رضوان الله با کسی که با به سخط من الله یکسان نیستن. اون که با به سخط من الله حکمش این است که مأواه جهنم و بئس المصیر. اون که اتبع رضوان الله حکمش این است که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، راه های سلامت را خدا هدایتش میکند و او را از هر تیرگی و تاریکی بیرون می آورد به نور و به صراط مستقیم راه نمایی میکند. البته اینها هدایت های پاداشی است، چون کسی که اتبع رضوان الله هدایت شده است و هدایت را پذیرفته و به راه افتاده. جزایی که خداوند به پیرو رضوان حق میدهد این جزا همون هدایت های تکوینی است نه هدایت های تشریعی. فرمود یهدی به الله من اتبع رضوانه، یعنی یهدی خدا به وسیله قرآن کسی را که اتبع رضوان الله، یهدی سبل السلام، راه های هدایت را، راه های سلامت را هدایتش بکند. نه یعنی راه نمایی میکند، بیان میکند به لسان شریعت، چون به لسان شریعت برای همه بیان کرده است. اون گرایش و اشتیاق و کوشش خاص را در دلهای بعضی قرار میدهد که راه های سلامت را با آسانی تشخیص بدهند و طی کنند، میل به سلامت دارند و از کارهای ظلمت بدشون میاد. و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. رضوان حق در قیامت جزء عالی ترین درجه قیامت هست. در قیامت یک درکات است و یک درجات و یک رضوان، که گرچه رضوان زیر پوشش درجات الهی هست، اما وقتی که اوضاع قیامت بررسی می شود به سه صورت در میاد. در قیامت جهنم هست و بهشت است و رضوان. در سوره مبارکه حدید آیه 20 این چنین مقاطع قیامت تقسیم شد. آیه 20 سوره حدید این است: فی آخرت عذاب شدید 1 و مغفرت من الله 2 و رضوانون این 3. اون عذاب شدید همون جهنم است که گروهی خوفن من النار عبادت میکنن. اون مغفرت من الله همون بهشت است که گروهی شوقن الالجنه عبادت میکنن. این رضوان بالاتر از بهشت است که گروهی حبن و شکرن خدا را عبادت میکنن. همون طوری که تسلیس عبادت به لحاظ تسلیس هدف است، چون در قیامت جهنم است و بهشت است و برتر از بهشت، عبادت کننده ها هم گاهی برای ترس از جهنم است یا گاهی و گروهی برای شوق به بهشت است و گروهی هم نه برای ترس از جهنم یا شوق به بهشت، برای نیل مقام رضوان. در همین آیه 20 سوره حدید هم مواقف قیامت به سه قسمت تقسیم شده است. چی؟ این که افراد در قیامت هم برابر سوره اذا وقعه به سه قسمت تقسیم می شوند: عده اصحاب مشعمن، عده اصحاب میمنتن، عده اصحاب قنر مقربونن. اصحاب مشعمت که با شعامت و زشتی رفتار کردن گرفتار جهنم خواهند شد. اصحاب میمنه که با یمن و برکت زندگی کردن به بهشت می رسن.
سابقون مقربون که فوق این دو گروه هم به رضوان الهی راه پیدا میکنن که و رضوان من الله اکبر. پس این تقسیمی که در سوره اذا وقع آمده که انسان ها سه قسمن، یا تقسیمی که در روایات عبادت آمده که عباس سه دسته ان، برابر این سه مقطع و سه هدفی است که در قیامت وجود دارد که فی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوانون. اما و رضوان من الله اکبر در سوره دیگر است، ولی رضوان بالاتر از مقام بهشت است، یعنی رضای خدا را طلب کردن. چرا؟ جزء درجات هست ولی خارج از بهشت است. بهشتی که جنات تجری من تحت الانهار غرف مبنیه دارد، درختی دارد و انهاری دارد و امثال ذلک، این غیر از مقام رضوان است. مقام رضوان دیگر سخن از درخت حور نیست، یه مقام معنوی محض است. و رضوان من الله اکبر، بله فوق بهشت است، جز درجات قیامت است نه درجات بهشت. جنت اگر اهم از جنت ذات و صفات و فعل امثال ذلک باشد، این خارج از جنت به معنای اهم نیست، اما خارج از جنت مصطلح است، یعنی جنت حسی که جنات و تجری من تحت الانهار هست، درختی دارد و انهاری دارد و غور و غصور و غرف مبنی دارد، اون مقام رضوان بالاتر از این هاست. خب وقت است که انسان گرفتار جهنمی است که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، این همون جهنم حسی است. یه وقت است که نه، بدتر از این است، اون رسوایی معنوی است و اون مورد خشم خدا قرار گرفتن است که من تدخل النار فقد اخزیته، اون خزی و حوان و خاری و فرومایگی و ذلت که عذاب معنوی است، بالاتر از دردناکتر از عذاب جسمانی است که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. مطلب دیگران است که این که فرمود اف من تبع رضوان الله، که من با و سخط من الله، با گرچه معنی رجعه تفسیر شده اما این لازم معناست. در حقیقت با و مسترش مب و مبا و مانند آن، یعنی مکان هموار و همسد، در مقابل نبوه است. نبوه یعنی مکانی که برجستگی دارد، فراز و نشیب دارد. مباء مکانی که همسد هست و هموار است. باء یعنی در مکان همسد و هموار جا گرفت. مبوع صدق یعنی مکانی که تبوئه شده، تمهید شده، آماده شده، تصدیق شده، اینو میگن مبوع صدق. خب اگر کسی آرامگاهش، اونجایی که برای او آماده کردن، هموار کردن که او در اونجا به سر ببرد، اگر او با عذاب الهی همراه بود، در اماکن دیگر به طریق اولا. با اب سختین گرچه معنی رجعه ذکر شده است، اما این لازم معناست، یعنی مستقر شد در حالی که عذاب الهی او را همراهی میکند. این به سخط من الله بای حالیه است، یعنی با واستقر آرام شد در حالی که با سخط خدا همراه است، نه اینکه معنای فی و مانند آن باشه. با واستقر واستوا در حالی که با سخط خداست، مثل اینکه میگن زیدون خرج به سیفه، خرج به سیفه یعنی خرج و سیف و معه، در حالی که شمشیر او با اوست. اینجا هم در حالی که غضب خدا با اوست. من تبع رضوان الله که من با به سخط من الله به معبا جهنم به اصل مسیر. مطلب دیگر است که سخط
تو آخرت هست. تو آخرت دو قسم دیگه، یه قسمت عذاب ظاهری است که کل منزیت جلود هم بدل الله جلودن غیره هم، یه قسمت عذابهای معنوی و روحی است، مثل اینکه دهمونها گفتن من تدخل النار فقط احزیته هم، عرض میکنم خدا یا کسی را که تو سوزندی قبل از اینکه بسوزانی اصلا رسواش کردی، که اون خزی بالاتر از این ادخال فی النار است، وگرنه اون اتحاد مقدم و تالی میشد. مثلا اگر بگویم که من تدخل النار، خدا یا هر کسی را که تو وارد آتش کردی او را عذاب کردی، خب این که اتحاد مقدم و تالی است. این که مؤمنین عرض میکنن من تدخل النار فقط اخزیته، یعنی هر کسی را تو به آتش بردی او را به بدتر از آتش مبتلا کردی و اون خزی و رسوایی است. این خزی عذاب روحی است برای جهنمی ها، چه این که اون رضوان رفاه روحی است و تنعم روحی است برای بهشتیان. بله در حد متوسط چرا خوشحالند. مثلا کسی سعی کوششش این بود که در زمان امام صادق یا امام باقر سلام الله علیه ما به زیارتشون برن، عده تلاش و کوششون این بود که به زیارتشون برن دستشون رو ببوسن، و عده هم میگفتن بریم اونجا و از محضرشون تبرک بجوییم و از دست ایشون یک خرمایی بگیریم. این یک لذت ظاهری بود در همین حد. عده‌ای مثل همران و زرارو هم سال و زالی سعی می‌کردن حضور امام مشرف بشن، از علوم امام استفاده بکنن، خوشحال بشن. اینا که محضر امام علیه السلام مشرف بشدن، همه امام را می‌دیدن، احیانا دستشون زیارت می‌کردن، از غذای منزلشون می‌خوردن، اما اون بهره‌ای که نصیب زرار و امثال زرار می‌شد، نصیب اوساط از ملاقات کنندگان نمی‌شد. اونا فکر می‌کردن که از نعمت این امام استفاده کنن، مثل اینکه الانم کسی مشهد مشرف میشه و اصرار داره که از اون مهمانسرای حضرت یک غذایی تبرک کنه. خب این یک تنعمی است. اما کسی میره بالاتر از این فکر میکنه، فکر میکنه که من برم اونجا زیارت جامعه را در حرم مطهر امام هشتم بخونم و همه علیه السلام عرض کنم که انا محتجبان به ذمتکم محتملون لعلمکم، من به شما پناهنده شدم، آمدم علوم شما را حمل کنم. این علمی که لا یحتمله الا ملک المقرب و نبی المرسل و عبد الامتحن الله قلبه للتقوا. خب فاصله این زائران خیلی دیگر. یک کسی اصرار دارد که از مهمانسرا تبرک بجوید، یک کسی اصرار دارد که زیارت جامعه بخواند، از علوم امام هشتم علیه السلام استفاده کند. و محتمل لعلمکم، یعنی علمی که گفتی لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد الامتحن الله قلبه للتقوا، من اونا را میخوام. در قیامت در باره کسانی که نسبت به نعمتهای الهی برخوردارن، اونم درجات گوناگونی دارد. بالاترین درجاتش نسبت به اینها مقام رضوان است که همون به رضوان من الله اکبر. برای دوام دیگر، این دوام است، سخت و سوز است. این سخت و سوز گاهی کسی میخوان دستش رو عمل کنن، حالا این سخت و سوز رو احساس میکنه، اما با خزی و رسوایی نیست. یه وقت از دست کسی رو میخوان قطع کنن، این دست بریدن دو جوره. یه وقت از برای امتثال از سارق و سارقه میخوان دست کسی رو قطع کنن، یه وقت است که دستش آسیب دیده، وسائل تخدیر و بیهس کردن نیست، میخوان دستش قطع کنن. این دو جور قطع کردن، درد هر دو یکی است، اما یکی با عذاب روحی همراه است، یکی نه. اون فرق فارغ این است که یه جا عذاب روحی هست، یه جا عذاب روحی نیست. در جهنم تنها سخت و سوز نیست، اون عذاب روحی هم هست. لذا مؤمنین بگن من تدخل النار فقط اخزیته، یعنی اون عذاب جسمانی خب بالاخره یه حد است، اما مهمتر اون عذاب روحی است که رسوایی است.
اگر دست کسی رو پزشک و معالج گفت بازید انگشتا قطع بشه وگرنه سرایت میکنه و وسیله تختی رو بیهوش کردن نیست، این دست رو در اختیار پزشک قرار میده که انگشتاش قطع کنه، دردم احساس میکنه. کسی هم که سرقت کرده از سارق و از سارقه میخواد در بارش امتثال بشه، او هم همین قطع اعصابه رو داره. درد یکیست، اما یکی با عذاب روحی همراه هست، یکی نه. این چیه؟ آیات قیامت هم دو گروه هست، یک قسمت عذاب ظاهری و حسی رو بیان میکنن، یک قسمت عذاب معنوی رو. خب بعد فرمود هم درجاتون عند الله و الله بصیر بما یعملون. این هم یا به همه گذشته ها برمیگردد، یعنی چه اونهایی که اتبع رضوان الله، چه اونهایی که با به صحت من الله، یعنی همه این مردم در قیامت دارای درجات هستند. یا به خصوص صدر آیه برمیگردد، یعنی اونهایی که اتبع رضوان الله اون هم دارای درجات هستند. دیروز اشاره شد به این که بد شدنی رو در پیش دارد، مسیر یعنی سیرورت، این شخص بد می شود. حالا آیه بد هم همین رو تأیید می کند، اونجایی که میگن سارل خلو خمرن، مسیر این سرکه شراب شد، این به اصل مسیر است. وقتی ذهاب سلسین شد و تدهیر شد، این نعم المسیر است. یه وقت از شراب سرکه می شود، این نعم المسیر است. یه وقتی سرکه شراب می شود، این به اصل مسیر است. مسیر یعنی بد شدن ای را این شی در پیش دارد. حالا آیه بد روشن می کند که انسان شدن ای را در پیش دارد. این که فرمود هم درجات عند الله، این هم یا به هر دو گروه برمی گردد، چه اونا که در صدر آیه بودن، چون در ذیل آیه، هم اونا که اتبع رضوان الله، هم اونا که باب سخط ملله. این مردم، این مجموع درجات هم قهرن، این درجات همون معنای لغوی خود خواهد بود. درجات یعنی پله ها. حالا پله، گاهی پله های نردبان برای صعود الی سقف است، گاهی برای هبوط الی قعر. گاهی نردبان را به طرف پشت بام نصب می کنند، گاهی نردبان را به درون چاه می برند. بالاخره درجه یعنی پله. حالا یا با این پله هبوط میکنند یا با این پله صعود دارند. اگر ضمیر هم به هر دو گروه آیه قلب برگشت، یعنی مؤمن و کافر، اینا داره درجاتن، پله های متعدد دارن. منتها مؤمنین درجات صعودی دارن و کافران درجات نزولی دارن که از درجات به درکات تعبیر میشود. چون که در سوره نساء در باره منافقین آمده است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درکات به طرف هبوط و سقوط است، درجات به طرف صعود. اگر به هر دو برگشت، این درجات هم معنای لغوی خود را دارد، نه معنای مصطلح. و اگر بخصوص صدر آیه برگشت، یعنی اونا که اتبع رضوان الله، اونها داره درجاتن، این همون درجات مصطلح خواهد بود. درجات در قرآن کریم برای مردم با ایمان هست، منتها اگر چون چه شخص مؤمن باشد دارای درجه است، مؤمن عالم باشد دارای درجات است، پیامبر باشد درجات فائقه هم نصیبش می شود، مجاهد فی سبیل الله باشد، مهاجر فی سبیل الله باشد، اعظم و درجتن خواهد بود. اما اینکه هر مؤمنی درجه دارد و بالاتر از او مؤمن عالم درجات دارد، این در سوره مبارکه مجادله آیه 11 این چنین آمده است: یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم. اوائل محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خالی بود، کم کم محضر حضرت پر جمعیت شد، جا برای افراد تازه وارد نبود. دستور آمد که شما یه قدری جمع‌تر بشینید، تربیع نشینید و مربع نشینید، و اگر هم لازم بود
یک کسی که تازه وارد شد میخواد استفاده کند، شما برخیزید این تازه وارد بشیند. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا فسیح، یعنی وسیع، فسحت یعنی هم وسعت است. اگر به شما گفتن جا بدید، مجلس رو وسیع کنید، تنگتر بشینید تا جا برای دیگران باز بشد، تفسحوا فی المجالس، یعنی تنگتر بشینید تا مجلس فسیح و وسیع بشود. و اگر باز این مقدارم کافی نبود، به اذا قیل انشزوا به شما گفتن ناشز بشوید، مرتفع بشوید، برخیزید، شما برخیزید، مجلس ترک کنید تا تازه واردها بیاین. به اذا قیل انشزوا فانشزوا، اونگاه فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. دو تا رفع است با یه تمیز، تمیزی یکی محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم، چقدر یرفع؟ این محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم، این مقدار رفعت محذوف است. اما درباره دوم فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم بل الذین اوتوا العلم درجاتن، این درجاتن تمیز است برای اون اوتل علم، یعنی یرفع الله علما را درجات و یرفع الله مؤمن غیر عالم را درجتن. اون چون به حسوم ما یعلم منه جائز، تمیز اولی محذوف شد. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن. پس مؤمن غیر عالم درجه دارد، مؤمن عالم درجات، حالا تا چند اندازه علم و عمل صالح و عدلش بالا باشد. این درباره علم. در آیه 20 سوره توبه آمده است الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعلموا درجتن عند الله، اینا دارای درجات برترند. و فضل الله المجاهدین و اموالهم و انفسهم و القاعدین درجه، اینم که خوب مشخص است. عمده آن است که این که فرمود هم درجاتون، آیا از باب حمل هو زو هو است که زو محذوف است؟ هم درجاتون یعنی هم زبو درجاتین محذوف شد، مضاف محذوف است، یا نه مضاف محذوف نیست ولی به عنوان مجاز استعاره از قبیل زیدون اسدون یا زیدون عدلون، این مبالغه در تشبیه است. به قدری زید شجاع است که گویا اسد است، به قدری زید عادل است که گویا عدل است، که چیزی محذوف نیست. مبالغتن این چنین تعبیر شد. این دو صحبت وجه سوم آن است که نه مضافی محذوف است، نه از باب مبالغه و تشبیه استعاره است، بلکه واقعا این افراد درجه می شوند، نه اینکه زبو درجه باشند یا مجازن گفته باشیم درجه، اینا حقیقتا درجه می شوند. همونطوری که در طرف درکات یک عده بئس المسیر دارن، واقعا جهنم میشون یا واقعا هیزم جهنم میشون، چون که فرمود و عمل قاسطون فکانو لجهنم حتبا، قاسطین خود هیزم جهنمن. در باره مقربین هم در سوره اضابقه فرمود فروحون و ریحانون و جنت و نعیمین. این سه خبر برای یک مبتدا، فروحون و ریحانون و جنت و نعیمین، نه زو روحن و زو ریحانن و زو جنت نعیم. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید اگر ما برهان عقلی داشته باشیم بر یک مطلبی یا دلیل نقلی معتبر داشته باشیم بر یک مطلبی، اونگاه اینها باعث میشن که ما در ظاهر آیه تصرف بکنیم، هم برخلاف ظاهر بکنیم.
ولی اگر دلیل عقلی معتبر برخلاف نبود بلکه بر وفاق بود، دلیل نقلی برخلاف نبود بلکه بر وفاق بود، ما همون ظاهر را بر ظهور حفظ میکنیم و به عقل ظاهر میکنیم. کسی که مقرب است خود روح است، خود ریحان است، خود جنت و نعیم است، گذشته از این که اون جنت نعیم حسی را هم دارد. فالروحان و ریحانون و جنت و نعیمن، این درباره مؤمنین مقرب. درباره ظالمین فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسط، اون که اهل قصد و ظلم و جور است، نظیر قاسطین صدر اسلام در زمان است امیر سلام الله علیه، اینها خود هیزم جهنمن، اینا خود خودسوزن. بیرون از اونها هر ناری باشد منافاتی با سخت و سوز درونی اینها ندارد، اینا خودسوزن. اینها به اصل مسیر دارن، چه این که اونها که روح و ریحان و جنت و نعیمن، نعم المسیر دارن. بنابراین هرگز نمی شود آیه سوره مجادله را یا آیه سوره انفال را که فرمود اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم، کمود لهم درجات و نهم درجات، هرگز نمیشود اینها را شاهد قرار داد به اینکه این هم درجاتی که در آل عمران آمده یا از باب حذف مضاف است یا از باب مبالغه در تعبیر. چرا؟ برای اینکه اوصاف اوائل به صورت حال است، بعد کم کم به صورت ملکه در میاد. وقتی به صورت حال هست انسان دارای درجه است، وقتی ملکه شد و به صورت باطنی انسان در آمد و باطن انسان به اون صورت مصور شد، هم درجات است. چه این که برای یه عده جنت نعیم است، یه عده خود جنت نعیم است. برای یه عده عذاب از بیرون تحمیل می شود، برای یه عده عذاب از درون اونها نار الله الموقده التي تطلع على الافئده می شود. وگرنه آتشی در دنیا یا در قیامت نیست که بیرون از انسان باشد و فؤاد را بسوزاند. اون آتشی که فؤاد را و روح را می سوزاند یه آتش درونی است. روح را چه در دنیا چه در آخرت جز از راه درون نمیشود سوزوند. اون جسم است که از راه درون و بیرون سوخته میشود، ولی روح فقط از راه درون سوخته میشود. اضافه فرمود این شعلات آتش قیامت برای سوخت و سوز روح از درون اینها سر بر میآورد. نار الله الموقده است، این نار الله است نه نار جهنم. نار الله الموقده است که تطلع او اشراف دارد و سر می کشد علال افعده. بنابراین اگر کسی در اوائل امر بود علیه درجه است یا لهو درجه، ولی اگر در اواخر امر بود و این اوصاف برای او ملکه شد، هم درکاتون می شود هم درجاتون. فهرن با بعث المسیر و روح و ریحان هم در دو طرف مقابل همان. الحمدلله رب العالمین.